با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، باستم با یک کلیپ دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. خب همونطور که در این تصویر مشاهده میکنید دوستان، این یک مهر خزانه‌ایه. یعنی اگر در مسیر عفاریتون همچین چیزی رو پیدا کردید، البته دو تیکه هستن، خب تیکه بعدی اون در دو متری یا سه متری یا در انتهای کار مشخص میشه. این در زمانی بوده که مهر این رو داشتن که بعضی از سکه هایی که ضرب میکردن حالا اشکالاتی داشت، یا بشقاب های سلطنتی که درست میشد برای مثلا کشورهای همسایه میفرستادن، در اون زمان در یک نقطه کل این کارها انجام میشد و مهر ورودی این کار رو هم دست یک شخص منصبداری بوده که رفت و آمد این اشخاص با این مهر انجام میشد. یعنی این مهر رو میزد، وقتی میرفت تا سمت جایگاه و میرفت اونجا، دقیقا هیچ کس جلودار اینا نبوده، چون باید این نامه همچین سنگی تقریبا بر روی پوست انجام میشد، این مهر رو زده میشد که این اشخاص جزو کارکنان دولت هستن. خب ببینید، در مسیر عفاری اگر همچین چیزی باشه، یه چیزی که اینجا مهمه، اون شخصی که به اصطلاح منصبدار بوده، همچین چیزی دستش بوده، هم برای خودش و هم یه مقدار از اون غنایم یا از همون چیزایی که برگشتی بوده رو در یک نقطه پنهان میکرد. خب و این رو به اصطلاح تو قبرش، تو کارش کار میذاشتن، اشخاصی که مثلا میخواستن که این اموال بمونه. خب که به این صورت که دزدی، راهزنی چیزی نیاد این رو برداره، فقط به عنوان این که یه روزی مثلا این انواری که داره اون شخص، حتی بر این نبوده دقیقا که من بهتون بگم برای وارثه ها باشه دوستان، دقیق بر این مبنا بوده که یه روزی این اموال در روز رستاخیز، حالا هر اعتقاد و آیینی که داشتن، به دردشون بخوره. خب و این نشانه که گذاشته می شده که بتونه اون شخص بدونه که اموال کجاست، چون معمولا این اموال با قبر فاصله داره، بین قبر و امواله. اگر نکته رو خوب توجه کنید، بین قبر و اموال تقریبا یه فاصله دو متری سه متری ما داریم، و اون شخص بر این نشانه میذاشتن که اون شخص روی اون نشانه بدونه که محل اصلی کجا هست. خب فاصله دو متر تا سه متر نهایتاً، اگر همچین چیزی رو شما در مسیر عفاریتون پیدا کردید، یک نوع مهر به اصطلاح خزانه هست، ورودی به جایگاه خزانه، ورودی به جایگاه زرابخانه، و جزو اشخاصی بوده که خیلی مهم، که 100% اموالش هم کاملا زر هست، یعنی داخلش نقره پیدا نمیشه. دوستان خیلی مهمه این مسئله. اگر همچین چیزی در مسیر عفاریتون پیدا کردین، باید بعد از 3 متر، اگر 3 متر کار کردید این به شما داد، مطمئن باشید که مسیر کارتون درسته و ادامه بدید. حالا بعضیا شاید بگن آقا چرا دقیق میگی 3 متر؟ ببینید ساختار این نوع قبرها نهایتاً بعد 2000 سال، بعد 1500 سال، نهایتاً 80 سال یک متر نشست میکنه، اونم دلیل رانش‌های زیرزمین یا اتفاقاتی که زیرزمین پیش میاد، وگرنه این ساختار نباید از هم بریزه. و عمق دقیق این جایگاه، حتی با توجه به این که شرایط محیطی جوی که بر روی زمین هست، نباید ساختار اون رو زیاد به اصطلاح چیز بکنه، خراب بکنه، چون دایه بندی داره و جایگاه خیلی محکم کار شده، خیلی خوشگل روی این مسئله کار شده که بعد 3 متر به این نشانه اگر شما خوردید داخل قبره. یعنی وقتی شما مسیر کار قبر رو کامل رفتین پایین، همونطور که گفتم سمت راست و چپ رو یکم باسر بکنید، معمولا تو اون هلوشا، چون زیر قبر گذاشته میشه، یا قسمت زیر سر یا قسمت زیر پا. دوستان عزیز حتما به این دوتا مسئله توجه کنید، زیر سر، زیر پاها 70 سانتی، 1 متر برید پایین، باید این نشانه بهتون بده، حالا یا سمت دیواره یا زیر پا، این محدوده دایتا 1 متر میشه. اگر این رو پیدا کردید در این حالت، شما باید سمت دیواره و سمت پایین، چون نشانه این نداره که شما رو چیکار بکنه، مثلا دقیق مسیر رو به شما بده، فقط ببینید جایی که به این صورت کفت شما این رو پیدا کردید، دقیقا باید در جایی کار بکنید که بهت راه میده، نه که اگر رفتی مسیری
حالت بکر شد، اون جایگاه رو ول کن، بیا در سمت جهتی که بهت راه میده، یعنی خاک دستی باشه، لایه باشه، قلب سنگ باشه، سنگچین باشه، به این سمت بیا که نشانه پیدا شده که قطعا بعد 2 الی 3 متر به جایگاه میرسی. خب اینم در مورد مهر خزانه هست، دست منصبدار بوده، ازش استفاده میکرده و زمانی که فوت کرده اموال بسیاری رو داشته که اموالش با خود قبر دقیقاً 2 الی 3 متر فاصله داره. شاخص این جایگاه دوستان عزیز ببینید، شاخص این یا سنگ بزرگی هست، اون جزء اشخاص دولتی بوده، شخص مهم بوده، حتما تندیس رخ تراش داده شده براش قرار میدن، حتما سنگ شاخصی رو براش طراحی میکنن و به خصوص نماد رخ برای این اشخاص حتما زده میشد. خب ممنون، سپاسگزارم دوستان عزیز، لایقتون نره، با تشکر، خدا یارو نگهدارتون.